در عالم و در جهان هنر ما ستاره های به شدت درخشانی داریم که خیلی وقتا قدرشون رو نمیدونیم، نمیشناسیمشون، ممکنه بی توجهی بکنیم، الگو قرارشون نمیدیم، که نه همشون به نظرم اشتباهن. و وظیفه تلویزیون، رسانه بزرگی مثل تلویزیون و خندوانه به عنوان یک برنامه پر مخاطب، معرفی بیشتر این ستاره هاست و قدردانی از این ستاره ها. مهمان امشب ما که الان پشت اون در قرار دارن تا من با احترام دعوتشون کنم که تشریف بیارن تو، یکی از همین ستاره هاست. ویژگیشون اینه که بسیار جوانن، ولی ایران بوده جوان نیست. و در دنیای موسیقی به شدت بزرگ و پر افتخار هستن. یکی از ویژگی های دیگه ایشون اینه که با جوان بودنشون با خیلی از بزرگان موسیقی مثل استادهایی که نام میبرم، آقای علیزاده، آقای مشکاتیان، آقای فخرالدینی، آقای درخشانی و خیلی های دیگه همکاری کردن، و این اتفاق برای بقیه جوانهای این رشته بسیار مهم اتفاق نیفتاده. ایشون در بیش از 100 فستیوال و جشنواره بزرگ موسیقی در دنیا و معتبر دنیا شرکت کردند و در سال 2013 جایزه فرانس موزیک رو که در فرانسه برگزار میشه و اهدا میشه به بهترین موزیسین یا موسیقیدان اون سال دریافت کرده. ما قصدمون اینه که امشب با ایشون بیشتر آشنا بشیم، براشون دست بزنیم، به پاشون بیستیم و بهشون بگیم که برای ما اهمیت دارن و چقدر زیاد خوشحالیم از این که الان در خندوانی میبینیمشون و قدردانی بکنیم. خانم آقایان، با افتخار دعوت میکنم از جناب آقای محمد معتمدی. خوش اومدین. بفرمایید. اجازه بدین بشینم. خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت سلام. یه بار دیگه بگین. سلام عرض می‌کنم. خدمت اول شما عزیزانی که اینجا تشریف دارین و افتخار دارم در خدمتتون هستم. خدمت رامبد عزیز، قربون شما. هنرمند با مسئولیت و دوست داشتنی، و خدمت مردم عزیزی که تصویر بنده رو میبینند و در خدمتشون هستم، خوشحالم در خدمتتون. مخلصیم. منم محمد صدا کنم شما رو، اجازه میدین محمد جان؟ مخلصم. خیلی خوش اومدین، خیلی زیاد. و همونطور که قبل از اینکه وارد بشین گفتم، یکی از اهدافمون از اینکه شما الان لطف کردین دعوت کردین و شما تشریف آوردین اینه که قدردانی بکنیم از شما و بگیم شما خیلی خیلی کارتون درسته، خیلی شما آدم بزرگی هستین و ما خیلی خوشحالیم شما اینجا، قدردانی بکنیم از شما. مخلصم. من ممنونم از شما، این نظر لطف شماست. من هر کاری که در موسیقی کردم، اول که بدون تعارف عشق خودم بوده و دوست داشتم، دومم به خاطر مسئولیتی که در برابر فرهنگ، ادبیات و هنر کشورم دارم، وظیفه دارم بدون خستگی عین یک سرباز تا آخر عمرم برای موسیقی بود. ما از توی سرباز قدردانی میکنم. مرسی. ممنونم رامبد جان. محمد جون بگو، تو کارگردانی خوندی نه؟ من بله. بعد یعنی چی؟ چرا پس از موسیقی اینقدر سر در آوردی؟ خب اول که هنرها همشون یک وجه مشترکی دارن، یک نگاه مشترکی در همه هنرها هست. خب بعد موقعی که من خواستم انتخاب رشته کنم و از کاشان بیام به تهران،
و خب این هدف خودش هدف عمده‌ای بود برای من. بعد رشته‌ای به نام آواز ما نداشتیم، یک رشته داریم همین الان هم یک رشته داریم به نام موسیقی که یک مقدار کلی هست و همه در واقع گرایش‌ها اهم از نوازندگی و نمیدونم تاریخ و هنر و آهنگسازی اونها رو اخیراً یک مقدار تفکیک شده، ولی اون موقع خیلی کلی بود و رشته تخصصی برای آواز در دانشگاه وجود نداشت. من تصمیم گرفتم که یک رشته دیگر رو انتخاب کنم که نگاه هم بازتر بشه به هنر، هنرهای دیگر رو بشناسم و از اونجایی که سینما یک در واقع نگاه جامعی داره نسبت به همه مقولات، بله، جامعه شناسی، روانشناسی، نقاشی، گرافیک، موسیقی، بله، همه اینها ادبیات. من بله ادبیات، البته من سینما رو انتخاب کردم و در دانشکده صدا و سیما در رشته کارگردانی درس خوندم و فارغ التحصیل شدم. چه عالی. موسیقی رو چجوری بهش علاقه مند شدی؟ موسیقی رو که خب از بچگی دوست داشتم و با شنیدن آثار اساتید بزرگ به موسیقی علاقه مند شدم. اولین قطعه‌ای که یادته که تونستی سر تا ته بخونی رو یادته؟ نه والا من یادم نیست، بخاطر اینکه من تا یادم میاد میخوندم و قطعه اولین قطعه‌ای که یادت میاد خیلی هیجان زدت کرد شنیدی رو یادته؟ خیلی هیجان زدم کرد شنیدم، بله. میشه بهم بگی چیه؟ من اولین قطعه‌ای که خیلی هیجان زدم کرد قطعه توی پری کجایی بود که با صدای سندیاب قوامی شنیدم، خیلی هیجان زدم که اون فضای ارکستر و اون هارمونی ها و اون تصویرسازی که تو اون ترانه هست، شبی که آوای نی تو شنیدم، چو آهوی سرگشته پی تو دویدم، دوان دوان طالب چشمه رسیدم، نشانه ای از نی و نغمه ندیدم، تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی. این منو خیلی درگیر کرد. چند سالت بود؟ من فکر میکنم شاید همون دوران راهنمایی اینها، بله. البته من نگفته نمونه، من قبل از اونم تو گروه سرود بودم رام بود و من چند تا از سرودام توی آرشیو صدا و سیما باید باشه. نه بابا هنوز فرصت نکردم برم دنبال. بله بله من تک خان گروه سرود بودم ولی ولی هنوز فرصت نکردم برم دنبال سرود مدرسه تون. سرود مدرسه، بله. از موزیک فرانس بگو برامون 2013. خب خیلی جایزه مهمیه. نه ببینین فرانس موزیک در واقع یک فرانس موزیک ببخش. بله فرانس موزیک یک جایزه جهانی موسیقی هست که به موسیقی های در واقع سنتی کشورها تعلق میگیره و اون جایزه در کشور فرانسه در واقع اهدا میشه و به حضور شما عرض کنم که خب من به واسطه اینکه خیلی کنسرت های متعددی در نقاط مختلف دنیا در فستیوال های مختلف داشتم، از جمله در خود رادیو فرانسه اجراهای زیادی داشتم، در رادیوها و تلویزیون های مختلف داشتم، خب مورد رصد این در واقع هیئت ژوری قرار گرفتم. من واقعیتش نمیدونستم تا حتی مثلا یک هفته قبلش فقط به من گفتن شما کاندید شدی، اصلا نمیدونستم که این جایزه رو قرار به من بدن و اینها، ولی ظاهرا مثلا از 6 ماه قبل اینها شروع کرده بودن برای هنرمندان برنده اون سال که یک هنرمنده در واقع غربالگری و پیدا کردن و بررسی آثار و هنرمندان و اینها، تا اینکه در یک کنسرتی که من در اتفاقا یک منطقه در فرانسه داشتم اومدن و همونجا پشت صحنه دو نفر از در واقع مسئولین جایزه فرانس موزیک اومدن گفتن که ما اومدیم هم کنسرتت رو ببینیم و هم به شما بگیم شما در سال 2013 برنده به موزیسین برگزیده سال شدین از کشور فرانسه. و من اصلا خیلی متوجه نشدم چه اتفاقی افتاده و چی شده و اینها، بعدم که برام توضیح دادن دیدم که انگار قضیه جدیه، خیلی مهمه، خیلی جدی دیگه. بعدن توی یه مراسمی که در بندر مارسی فرانسه بود که یک در واقع اکسپو موسیقی بود، ما باید یک کنسرت رو اجرا می‌کردیم، اونجا اون جایزه رو به بنده تقدیم کردند و تقریبا بعد از چند ماهش هم از رادیو فرانسه یک تیم 7-8 نفری اهم از صدا بردار و منیجر و اینها اومدن ایران و یک آلبومی از بنده ضبط کردن، موسیقی اصیل قدیم و فرم دقیقاً قدیمی موسیقی ایرانی رو از من خواستن که ارائه بدم. قدیم یعنی چقدر قدیم؟ یعنی مثلا 100 سال پیش اونجوری که بوده، چون میدونی که ما خیلی از دهه ها صده های خیلی گذشته و قرن های خیلی گذشته
چیزی در دسترس ما نیست به عنوان موسیقی، به عنوانش فایل ضبط شده و ما اون رو ضبط کردیم و در دنیا پخش شد و خوشحالم. میشه ذره ما رو آشنا کنی با قدیمی ترین شکل موسیقی سنتیمون؟ ببینید رامبو جان، ما من اینو بگم مردمم بدونن که موسیقی ما یک سری نغمه ها و یک سری ملودی هایی هستش که به ما به ارث رسیده، جز میراث معنوی و فرهنگی ما هست که ما اونو بهش میگیم ردیف. ردیف یعنی مجموعه ای از در واقع ملودی ها، مجموعه از نغمه ها که در واقع همه کشورام دارن. مثلا عرب ها اونو بهش میگن مقامات عربی، یا آذربایجان بهش میگن مقام، همونه حالا گویش فهم. ما بهش میگیم ردیف یا دستگاه های موسیقی و کشورهای مختلف اینها رو دارن. و هندی و پاکستانی و هندی هم دارن؟ بله، اونها موسیقی راگا و قوالی و اینها دارن که اونها هم در واقع دورهای مربوط به خودش و دستگاه های مربوط به خودش رو دارن و خیلی هم عمیق هستش موسیقی هند و پاکستان. و مردم هم اگه بخوان میتونن با یک ذره تمرین شنیداری و گوش دادن اینها رو حفظ کنن و تشخیص بدن دستگاه‌ها رو. راست میگی؟ بله، چون خیلی از کشورهایی که همسایه‌های ما هستن مردمشون بیشتر از مردم ما این تمرین رو کردن و با موسیقی اصیل کشورشون آشنا هستن. الان میتونی بهم یاد بدی؟ میتونم بگم مثلا کیا موسیقی اصیل گوش میدن همینجوری تو خونه تو زندگی؟ چقدر عالی. نه تعداد کم نبود، خدا رو شکر. خب ممنون، برای خودتون دست بزن. خب مثلا ما دستگاه بیات ترک رو، کافیه که اذان مؤذنزاده اردبیلی رو الگو قرار بدیم. اذان مؤذنزاده اردبیلی چجوریه؟ اشهد ان لا اله الا الله. خب حالا شعر بیات ترک خشن. شعر بیات ترک چیه تو ردیف؟ سبا بلوت بگو آن غزال رعنا را که سر به کو بیابان تو داده ای ما را. اشهد ان لا اله الا الله. این میشه بیات تور، یعنی هر چیزی. عالی بود، خیلی خوب بود، مرسی. درجه یک. حالا من یه چیز دیگه هم بگم که مردم عزیزمون بدونن، ما یک آواز داریم، یک تصنیف. خب که اینا ربطی به دستگاه ها نداره. هر آوازی میشه تصنیف آواز... اونه که سرحال تره. تصنیف اونه که با یک ریتم ثابتی خندوانه ای تره میشه. آره ریتمی داره که میشه شما پیش رو بگیری و بری. مثلا تو همین بیات توک مثلا اگر دل میبری جانا روا باشد که دل داری میان دل بران الحق به دل بردن سزاواری. این میشه تصنیف، خیلی قشنگ. ولی اگه همین دستا بیات ترک رو بیان بگیم اگر دل میبری جانا این دیگه نمیشه باشه دست زد، نه ریتمی داره. این میشه آواز که هم تحریر داره هم به قول معروف به صورت لگاتو یا کشیده اجرا میشه. اون فرم، فرم آوازه، اون فرمی که میشه یه ریتمی حالا یا با دست یا با انگشت رو میز زدنه یا با هر چی میتونی دنبالش کنی اون میشه تصنیف. آره. خب یه دستگاه دیگه هم بهمون بگو. یه دستگاه دیگه خودت هم میخونی و اگه بگم من تا حالا نخوندم، من اصلا خوندم بلد نیستم. ببینین یه دستگاهی که همه ما باهاش درگیریم و باهاش خاطر داریم بیات اصفهانه. آها. من اگه بخوام یک تصنیف یا ترانه معروف در بیات اصفهان بگم همون تا بهار دلنشینه. چقدر تا بهار دلنشین
آمده سوی چمن. این تصنیف ساخته استاد روح‌الله خالقی، استاد بنان خونده، تصنیف یه ریتمی داره میتونیم پیش بگیریم. من اجازه دارم با این چاقو تا بهار دلشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار از آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کل به ویران من. حالا میتونی شما اینو بخونی؟ خب بخون هم الان، فکر کنی در یک کلاس آواز دیگه ایران بود جان. کوفته؟ اصلا بر چی شما میخندینه؟ چرا استقبال میکنین از اینکه منو گیر بندازین؟ تا بهار دلشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم نوبهار از آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کل به یه ویران من. به به بنده بچه، این همخوانی من و محمد معتمدی بود. من فکر کنم خیلی از خواننده ها آرزوشون باشه در کنار تو با تو همخونی بکنن و من این موقعیت رو به دست آوردم. من به مردم عزیزمون قول میدم اگر بخوان و اگر دوست داشته باشن به راحتی بنده در خدمتشون هستم، تا به ساده ترین شکل، اصلا هم پیچیدهش نکنین، فکر نکنین یک شاخ غولیه که باید بشکنین، نه، با گوش دادن فقط، یعنی تمرینش فقط گوش دادنه، موسیقی خوب گوش دادن، موسیقی اصیل گوش دادن، موسیقی که مال ماست، اصلا کار سختی قرار نیست بکنیم. من فکر میکنم رام بود ما یک مقدار حتی از همسایه‌های خودمون در بحث سواد سمعی یا سواد شنیداری عقب افتادیم. اگر لازم آذربایجان، ترکیه، حضورتون عرض کنم که تاجیکستان، همه همسایه کشورهایی که به قول معروف کشورهای آسیایی که موسیقی دستگاهی دارن، از ما یک مقدار مردمشون بیشتر اشراف دارن به موسیقیشون، و من از مردم دعوت میکنم اگر لازم باشه یک آموزش عمومی دستگاه موسیقی رو براشون داشته باشن به همین روش. خب این اولا که همینجور دست بزنه برای اون میگه این عالیه، فقط بگو چجوری، چجوری که میتونیم مثلا به صورت یک ورکشاپ یا به صورت آموزش مجازی، هر کدومش که مقدور باشه. یه فکرایی اومد تو کلم. میشه. آره. ما یه اپلیکیشنی داریم، اپلیکیشن خندوانه. بله. و کاملا هم رایگانه و همه میتونن راحت ازش استفاده کنه. آموزش آواز میدم توش. اون تو بذاریم آموزش آوازتون. آموزش آواز، حالا نه، آموزش شناختن دستگاه های موسیقی. آره. میکنین کارو؟ قطعا میکنن. بی نظیره. بی نظیره. میدونستم آدم حسابی هستی، خیلی دیگه اصلا نزدی بالاتر. مرسی رامبا جان. آفرین، چه فوق‌العاده. یه دستگاه دیگر هم بهمون بگو، خیلی هیجان انگیز بود. ببین ما الان از تو بیات ترک شنیدیم و اصفهان. بله. حالا یه چیز دیگه چیه؟ اصولا دستگاه رو بهمون بگو، چند تا دستگاه داریم؟ ببینید ما هفت تا دستگاه داریم. خب. ولی 12 مقام داریم که اینها رو اگه مردم یاد بگیرن، در واقع همه دست، همه مقام. حالا دشتی رو به ما بگی چجوری میشه؟ دشتی. دشتی. چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست، سخن شناس نی دل برا، خطا اینجا دشتی. طبعا غمگین ترین آواز موسیقی ما هست،
شور چی؟ شورم خیلی غمگینه. شورم غم. من یادم مادرم برای من لالایی میخوند. یه کار تو ای کا نا 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 اینو میخون. آقا من یک قصه میگیرم آتشیز کاروانه استاد تجمیدی خیلیم آرو اینجا میمد میخون منم قصه دار میشدم زار زار گریه و خواب. خب رامبو جان نه اینجوری نمیشه چیزی، یعنی تو خود دشتی بعدم ببخشی خیلی مزد بخواهم من بعدم به مادرم میگفتم بعدها میگفتم چرا یه هنگ سرحالتر نمیخواد بابا تو همینجوری نمیخوابیدی یه سرحال میخوندم تو پاپ جدا میبود. تو خود دشتی، تو خود شور، توی همه دستگاه میشه تصنیف غمگین ساخت، میشه آهنگ غمگین ساخت، میشه آهنگ شاد هم ساخت. یعنی اینجوری، یعنی همش ذاتن یک مقدار غم دستگاه دشتی بیشتره. ولی مثلا من مثال میزنم برای شما، ما میگیم که دستگاه ماهور شادترین دستگاه موسیقی ایران و غرورآفرین‌ترین دستگاه موسیقی ایرانه، ولی شما میرین منطقه لورستان این لورها با کمانچه یه ماهور میزنن که میخواد ابر آسمون به حالت گریه میکنه. آره یعنی به نوع آره. روی کرده در واقع هنرمند یا نوازنده یا خواننده به اون دستگاه هم و اون دستگاه این قابلیت رو داره. بله 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 نغمه سرایی بله، کنی بله، چقدر قشنگ. آره تو یه خواهش ازت بکنیم بله. تا اینجا اومدی بله. برای ما یه قطعه کامل اجرا میکنی؟ بله چرا که نه. عالی متشکرم. یک دو سه بگیم بریم بیایم و با محمد عزیز معاشرتمون رو ادامه بدیم. خیلی ممنونم تو خیلی شیرین دوست داشتنی و کار درست مخلصی. بریم بیایم یک دو سه چشمان مست تو مینای شراب من یاد تو چه می کند با حال خراب من نوا منم تران تو اید موج غم کران تو اید به عشق تو فسان منم ز خود بیگان منم خزان منم جوان تو این بهشت جاودان تو این نوای عاشقان تو این تو دیوان منم میدانی که بیقرار و دل شکستم بر عشق کسی به جز تو دل نبستم میدانی غمت مرا رها نمی کند حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند چو مرغ خسته کنج قفس غم تو بسته راه نفس بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش بر عشق
کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش. خانم آقایان، محمد معتمدی، خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. شعر این کار مال خودته؟ شعرش از خودمه، آهنگ و یا ملودیش از خودمه، تنظیم این کار با دوست عزیزم افشین عزیزیه. افشین عزیزی، این کار مال چه سالیه؟ این کار رو من فکر میکنم که 2-3 سال پیش توی ماشین میومدم از اتوبان قم تهران به سمت تهران که میومدم، توی ماشین گفتمش. نه بابا. آره تنها بودم. آره تنهایی که چه کارایی نمیکنم. نه خب تو ماشین تنها بودم. آها اصولا تنها نبودم. بریم بیایم گپمون ادامه بدیم و بعد دوباره از محمد خواهش کنیم برامون یه قطعه دیگه اجرا کنه. بگو 1-2-3 اونجا بگیم بریم بیایم. منم بگم بریم بیایم. آره آره تو هم با دست راست اینجوری بریم بیایم. 1-2-3 هم تو بگو. خوب میشه من بگم؟ آره هممون میگیم بریم برو. 1-2-3 بریم بیایم. چون من تجربهشو ندارم. خیلی تجربه کن، چیز خوبیه. 1-2-3 بریم بیایم. خیلی ممنونم. شکرم. و کویر فکر میکنم جزو معروفترین آثار توه که خیلی هم خوب شنیده شده، هم خیلی هم پرطرفدار، من اینجوری فرض میکنم. بله بله. خب عزیزان من، مخاطبان من و مردم خوب ایران خب خیلی واکنش خوبی نشون دادن به این کار و خیلی خوب پذیرفتند این کار رو و در واقع من فکر میکنم یک مقدار به خاطر اون حال در واقع بدون ادعایی که کار داره و اون احساسمند بودنی که داره مردم خوششون اومد و مدل ملودی پردازیش و اون خیلی کار در واقع بیریاییه. بله. از اسامی که الان براتون دونه دونه ادا میکنم اسمی برم، لطفاً نظرتون رو نسبت بهشون بگید. بله. استاد محمد رضا لطفی، که با این جمله تو هم نظر تو رو بشنویم هم کلمه باید بگیم یا جمله؟ جمله میتونی بگی، اصلا میتونی نظرت رو بگی. خب فکر میکنم لطفی رو، استاد لطفی رو یک مقدار طولانی تر من باید بگم، به خاطر اینکه حالا برای کسایی که کمتر آگاهی دارن نسبت به موسیقی ایران، من اسم استاد رو نمیارم چون خود کلمه لطفی خیلی بزرگه. لطفی کسی بود که راوی موسیقی قدیم بود و روایتگر موسیقی اساتید نسل گذشته برای نسل ما، و انقدر استاد بود و انقدر بزرگ بود که عشق به موسیقی هیچ وقت اونو خسته نکرد. هر جای دنیا که بود دلش برای ایران تپید و موسیقی معاصر ایران، موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی اصیل ایران امروز بسیار وامدار وجود شخصی به نام محمد رضا لطفی است که روحش شاد. واقعا روحش شاد. بله درست. استاد فخرالدینی. استاد فخرالدینی. استاد فخرالدینی، روی ماشون رو میبوسم الان هر کجا که هستن، از بزرگان و وزنه‌های موسیقی ارکسترال و ملی ایران هستند و امیدوارم که هر جا هستن سلامت باشن. افتخارم بوده که در کنارشون بودم در ارکستر ملی. استاد حسین علیزاده. استاد حسین علیزاده همچون استاد محمد رضا لطفی از
بزرگان هنر ایران هستند که موسیقی اصیل ایرانی، آنچه که ما به عنوان موسیقی امروز به ما رسیده، یکی از قله هاش و یکی از در واقع کسانی که میراثداری کرده این موسیقی رو به دست نسل ما رسونده، استاد حسین علیزاده بوده. هم آثارش، هم نوازندگی هاش، آهنگسازی هاش بسیار الهام بخش بوده برای نسل ما. استاد پرویز مشکاتیان، استاد پرویز مشکاتیان خدا رحمتش کنه خیلی زود از بین ما رفت. همیشه آرزو داشتم که خب ما رابطه دوستی داشتم با استاد مشکاتیان، ولی هیچ وقت قسمت نشد که باشون کار کنم، چون خیلی زود از میان ما رفتن. و مشکاتیان شاعر موسیقی اصیل ایرانی بود. همین جالی. روحشون شاد. استاد مجید درخشانی، استاد مجید درخشانی خب جزء اتفاقای خوب زندگی من بود. اولین کنسرت های جدی که من در ایران برگزار کردم که خوب دیده شد در کنار استاد مجید درخشانی بود و ذوق سرشار آهنگسازی ایشون و در واقع طبع خوب و روان ایشون در آهنگسازی و ارکستراسیون برای موسیقی ایرانی مثال زدنی هست. امیدوارم که در آینده نزدیک آثاری رو که دارم با ایشون و هنوز منتشر نشده در دسترس همه قرار بگیره. خیلی ممنونم. تو توی ایتالیا و فرانسه ورکشاپ گذاشتی، کارگاه آموزشی گذاشتی، بعد به اونها شروع کردی ردیف و یاد دادن با چند تا کلمه که بلد بودی به زبون خودشون. بله. بگو چیکار کردی؟ والا من در خب این فستیوالایی که ما میریم معمولا قاعده بر اینه که در کنار اون از هنرمندا میخوان برای مردم اون شهر یک ورکشاپی بگذاریم تا اونها با موسیقی و فرهنگ در واقع موسیقی های مملکت ما هم آشنا بشن. ببخشید محمد، استقبال مردم اون شهر چطور از این ورکشاپا؟ خب خیلی دوست دارن، یعنی میان تعداد زیادی میان. چون کشورهای در واقع جوامع غربی و اینها همه جور موسیقی پرزرق و برق و اینها رو دیدن، یک جور در واقع توجه ویژه‌ای به وجود اومده در نزد اونها به موسیقی‌های شرقی و فرهنگ شرقی، عرفان شرقی، در واقع ایدئولوژی شرق، عرفان شرق، ادیان توحیدی و اینها خیلی اونجا مورد توجه قرار گرفته. خب و به خاطر همین موسیقی‌هایی که از الان از هند میره مثلا به غرب، موسیقی‌هایی که از ایران میره به غرب، موسیقی‌هایی که در واقع از آذربایجان میره به غرب، از کشورهای عربی میره، خیلی مورد استقبال قرار میگیره و خیلی یک نگاه در واقع متعجبی دارن به موسیقی، از کشفش لذت میبرن، چون از فرهنگی است که متعلق به اونها نبوده. من در یک فستیوالی که در فرانسه در واقع دعوت شده بودم در منطقه‌ای که بهش میگن بوتاین، اونجا بوتاین، بوتاین برو یعنی بروتاین در واقع ر رو فرانسوی آره بوتاین، که اسم فستیوالش هم بود کالر دو موند، یعنی در واقع رنگ‌های جهان. همونجوری که گفتم اینا تو فستیوال‌های موسیقی ملل دوستان که فرهنگ‌های دیگر رو معرفی کنن. مدیر فستیوال به من گفتش که اگه میشه یک ورکشاپی برگزار کن اینجا. گفتم خب من چی دوست دارین به متقاضی‌ها یاد بدم؟ گفت اینها دوست دارن ردیف رو یاد بگیرن. گفتم خب ردیف یه چیزی که ما خودمونم چهار سال میریم کلاس یاد میگیریم، بعد باید ادبیات رو بشناسن. گفت هر جوری که می حتی شده یک گوشه رو شما با اینا کار کن که بدونن چیه. من پیش خودم نشستم فکر کردم چی کار کنیم که برای اینها جذاب باشه. اومدم یه گوشه ای رو انتخاب کردم در ماهور به نام نصیرخانی، که نصیرخانی شعرش و ملودیش به این صورته که دل عاشق به پیغامی بسازد، خماران بوده با جامی بسازد، مرا کیفیت چشم تو کافیست، ریاضت کش به بادامی بسازد. بعد خود این تشویق داره. مرسی. خب
اومدن و من گفتم باید با واژگانی که خود فرانسوی‌ها دارن استفاده میکنن این شعر رو در واقع تبدیلش کنم به یک چیز، چون اولین صد برای اینکه اونها بخوان یاد بگیرن شعره. اینا نمیتونن با زبان فرانسوی بگن دل عاشق به پیغامی بسازد خمار آلوده، اصلا خودش یه پروسه چند ماه هست. آره. اومدم با همون کلمات فرانسوی بر وزن و افائیل در واقع همین شعر مفائیلون مفائیلون فعولون، اومدم براشون با همین کلمه در واقع جوماپل فرانسوا، یعنی اسم من فرانسواست، چون یکی از دوستان فرانسوی ما که اونجا همراه ما بود اسمش فرانسوا بود، من این به ذهنم رسید. گفتم بچه ها این سر کلاس بهشون یاد دادی؟ آره، گفتم مزمی جوشونت اوو غپت اپق موا، یعنی من میخونم و بعد از من شما جواب بدین. و با این کلمه فرانسوی تونستم گوشه نصیر خانی رو بشم. حالا تو بکنم ما جواب بدین همین نصیر خانی رو با شعر فارسی؟ نه همون فرانسوی. اول فرانسویشو براتون میگم. بگو. من اومدم برای اینا گفتم که خب فارسیش میگه دل عاشق به پی، گفتم جو ماپل فرانسوا جو فرانسوا جو، نه همه گفتن جو ماپل فرانسوا. بعد با همین طریق گوشه نصیر خانی و یکی دو تا گوشه دیگر رو با همین کلمات ساده یادشون دادم. اینقدر اینا اکسایتد و خوشحال شدن که چون تا حالا نمیتونستن، بزرگترین صد راه اینا برای یاد گرفتن این در واقع موسیقی های کشورهای دیگه زبان بود و این تجربه خوبی شد. اگر حضار دوست داشته باشن ما نصیر خانی رو با هم کار کنیم. آره بریم. دل عاشق به پیغامی بسازد، دل نم بعد بخونه ها خمار آلوده با جامی بسازد، خمار آلوده با جامی بسازد، خمار آلوده با جامی بسازد، کیفیت چشم تو کافی است. بخونید. مرا کیفیت چشم تو کافی است. آفرین با رامبو جان. ریاضت کش به بادامی بسازد، ریاضت به بادامی بسازد. حالا خودتون رو تشویق کنیم. من این مژده رو به همه تون بگم که شما همین الان به همین سادگی یک گوشه از ردیف موسیقی کشورتون رو بلد شدیم. بابا باریکاله به ما. به این گوشه میگن گوشه نصیرخانی، هر جام شنیدین اسمش گوشه نصیرخانیه. نصیرخانی. بله. در دستگاه ماهور. ماهور. بله بله. عالی شد. ماهور هم همون دستگاهیه که مرغ سحر معروف در ماهور بود. بله. حالا همین ببینید فضای این دل عاشق به پی مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر برد این قفص را، بر شکن و زیر و زبر کن. مرسی بابا، عجب شبی شده شب، خیلی باحاله. بریم بیایم یه قطعه برامون بخون. آماده؟ یک دو سه بر تو با آن خاطر آسود سوگند، بر تو ای چشم گناه آلود سوگند، بر آن لبخند جادویی
بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من، آتش بر هستی من. شب در ره گذارت ماندم چشم انتظارت، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشت بی تو شبها در حسرت ها جدایی. عاشقی گم کرده ره بی آشیانم، مانده بر جا آتشی از کاروانم، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، در دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد. انتظارت، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشت بی تو شبها در حسرت و جدایی، در حسرت و جدایی، در حسرت و جدایی. آقا 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 باریک بله، خیلی ممنونم. فیلم سیانور فیلم خوبیه، از دوست بسیار عزیزم بهروز شعیبی، و این کار هم خیلی روی اون فیلم، البته من روی فیلم یادم نمیاد فیلم بله. دیده باشم، تبلیغ این بله. کار بودش که خیلی بله. هم زیبا بله، یک در واقع نماهنگی هم برای این ساخته بله. شد که دیدم. بله و فیلم ساخت؟ بله. خودش ساخت؟ نه، یکی از بچه های تیم آقای در واقع شعیبی ساختن. فیلم سیانور خب تهیه کنندش جناب آقای رضوی بودن بله. کارگردانش بهروز شعیبی بودن بله. آهنگسازش بهزاد عبدی بود که این اثر رو از آثار همون دوره در واقع سالهای دهه 50 انتخاب کرد بهزاد، آقای شعیبی بهزاد عبدی تنظیم مجدد کرد و بنده شعر اگه اشتباه نکنم تورج نگهبان، آهنگ مال آهنگ این اثر متعلق به جناب بابک افشاره که در اون در واقع تیزر یا در اون کلیپ اشتباها جواد افشار نوشته شده بود که من عذرخواهی میکنم، و گیتار
و آکاردئونش رو فیروز ویسانلو زده. خیلی هم زیباست. آره. خیلی هم تو کار نشسته. آره کار قشنگی شد. آره خیلی خوشگل. بفرمید یک دو سه بریم بیاریم. من بگم. یک دو سه بریم بیا. عالی، خیلی ممنونم محمد عزیز. ما توی ایران غیر از جشنواره موسیقی فجر، بله، جشنواره دیگه موسیقی هم داریم که در همین ابعاد باشه؟ بود نه متاسفانه. البته داریم جشنواره های در واقع مختلفی داریم، ولی با سابقه و در واقع حجم جشنواره موسیقی فجر نیست. جشنواره موسیقی فجر خودش سابقه ای داره الان، و حتی ما فستیوال های خارجی موسیقی که میریم، خیلی از هنرمندای دیگه سراغ جشنواره فجر رو از ما میگیرن، راجع بهش صحبت می‌کنن. آره برای خودش اعتباری پیدا کرده، ولی این کافی نیست و باید به هر حال در بیشتر جهانی کردنش همین. تلاش بشه. بله. مثلا باید تعداد جشنواره هامون بیشتر بشه. بله. جشنواره‌های تخصصی تر برگزار بله، بشه. بله بله بله. و این دیالوگ و گفتمان هنرمندای ایران با دیگر کشورها، چون یک مقدار جای خالی این گفتمانه و دیالوگه بین مردم ما، چون هنرمندان نمایندگان و سفیران مردم اون کشور و یک فرهنگ هستن، جای خالی این گفتمانه و دیالوگه احساس میشه. و کاری که خب خیلی از هنرمندان دارن الان خودشون میکنن و خودشون پیش قدم شدن بدون تقریبا حمایت خاصی، همین هستش که پیش قدم شدن در اجرای این دیالوگه و این گفتمانه، که توی کشورهای دیگه با هنرمندهای دیگه بتونن این فرهنگ غنی موسیقی ایران رو در واقع به نمایش بگذارن. خیلی متشکرم آقای شاه حسینی. هدیه های محمد عزیز رو لطفاً بیاریم. محمد عزیزم لطفاً به دوربین دو لبخند بزن و رأی جمع بکن. آماده 15 ثانیه براش بشماریم، بیاییم پایین. آماده؟ یک دو سه. 15 14 13 14 محمد متولد چه ماهی هستی؟ من متولد دوم مهرم. دوم مهر. کیا مهر ماهی هن؟ مهر ما مهر ما مهر ما مهر ما مهر مهر. عالی. کیا دی ماهی هن؟ ما دی ماهی ها بیشتریم انگار. آره؟ دی ماهی؟ چندم؟ 26. غلط کردم. دوره هم بودیم گفتیم فقط بفهم یه ذره فوزوری کنم ببینم ما اشکی همین. خیلی محمد عزیزم چند هدیه تقدیمت میکنم از صمیم قلب و کاملا دوستانه. یکی این که به دست چند هنرمند خیلی خیلی خوب این تابلو با طلای 24 عیار طراحی و اجرا شده. تقدیم به تو. هدیه 780 حامی برنامه‌مون تقدیم به تو. مرسی. مرسی ممنون. یه مدرسه ای رو در تهران یه سری جوان رو اندازی کردن. بله. که کودکان کار اونجا میرن رایگان تحصیل میکنن. بله. و کار یاد میگیرن، تحصیل میکنن، کودکی میکنن، بازی میکنن، نقاشی میکنن، موسیقی کار میکنن. بله. بله. قرارمون با اونها اینه که چون ظرفیت محدودی داره به هر حال، همین الان 400 تا کودک کار اون تو مشغوله به تحصیلن، مهمونای ما هر کدومشون یه بچه یه کار رو توی یه کارگاهی داره کار میکنه یا توی خیابونه میشناستش یا اصلا یهو به چشش میاد، میتونه با مکانیزمی که بعداً به توضیح خواهم داد به واسطه تو اون کودک کارم بره جز اون 400 تا مشغول به آموختن و کودکی کردن بشه. این تقدیمتون. مرسی رام بودر. ممنون. و لوح ما که خیلی برامون عزیز و با ارزشه، تقدیمت میکنم. لطفاً بذار کنار تمام اون افتخاراتی که به دست آوردی، اینم کنار اونا. اینم افتخار بزرگی برام. مرسی. ممنون. ممنونم رام بودر.
مخلصم. بریم بیایم و محمد عزیز قطعه آخرش رو برامون اجرا بکنه و بعد خداحافظی کنیم. مخلصم. مخلصم. یک دو سه بریم بیا. بگو یک دو سه. یک دو سه بریم بیا. در خشت و در آینه در ترمه و کاشی شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی ایران من ای ریشه من برگ و بر من با نام تو تاریخ پر است از اثر من ایران من ای عشق من ای که جز تو بسپارم از اون خلیج فارس تا اوج دماوند کفتان و سرخس و عرس و زاگرس و اروند هر قوم وطن صف شکن روز مباداست نام تو خروشانی و آرامش دریاست ایران من ای ریشه من برگ و بر من با نام تو تاریخ پر است از اثر من ایران من ای عشق من ای دار و ندارم جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم. بح بح ماشاءالله به محمد، ماشاءالله به ایران، ماشاءالله. مرسی. ممنونم. خیلی ممنونم. متشکرم. به به. متشکرم. مرسی. بیایم همینجا بریم برای خداحافظی و این کارم معرفی بکنیم. بله لطفا. بله. خدا رحمت کنه افشین یداللهی عزیزم رو. عزیز. من یه بار دیگه خدا رحمت کنه. آره. یادش رو گرامی می‌دارم، افشین یداللهی عزیز رو که ترانه این اثر رو که در واقع تیتراژ سریال مستند ایران هست قبول زحمت کرد و سرود. آهنگش از افشین عزیزی عزیز هست، تنظیم و آهنگ. و در واقع این اثر رو من در ایران نبودم که خوندم، یعنی این رو من در واقع در یک استودیوی در آلمان خیلی سریع برای مجموعه مستند ایران خوندم و اصطلاحاً وی ترانسفر کردم به ایران و اومد روی مستند ایران و نشست. آره. دمتون گرم، دم شما آقای عزیزی و همه مجموعتون، تمام نوازنده ها و روح افشین عزیزم شاد باشه.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردی. ممنون از شما، ممنون. شب خوبی رو ساختی برای هممون مخلصیم. و یک جمله، یک آرزو، یه دعا، هر چی دوست دارین برای مردم عزیز ایران بگین و بعد خداحافظی کن. من یک آرزوی عمیق دارم برای مردم ایران، شاید رویا باشه و شاید هم روزی به واقعیت بپیونده. آرزوی من اینه که روزی ایران رو بدون چهره فقر ببینم. الهی آمین. آره واقعا خیلی ممنونم، لطف کردی، قدردان حضور تیم و دمت گرم. مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. شما خیلی عزیزی. خیلی. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. خیلی. آرزو میکنم که همیشه در کنار خانواده راضی پر روزی باشین و ایشالله از صمیم قلب اینو هر شب میخوایم که همه مریضام از بستر بیماری بلند شن. الهی. رسیم رو به اونجا میگیم شاد باشید، با دست رسیم دست رسیم. 1, 2, 3 شاد باشید.